بحثی در خواهیم داشت در مورد مسئله تأیید آخوند به عنوان یک مرجع دینی چجوری دولت مدرن رو تأیید میکنه. این دوتا بحث رو با هم دنبال میکنیم و در ادبیات آخوند این بحثا رو پیگیری خواهیم کرد. خدمت هستم که آخوند خراسانی یک مجموعه ازش درست کردن، آثار آخوند. این نرم‌افزاریه که این نرم‌افزار رو با مرکز کامپیوتری نور ساخته. بعد میتونید توی اونجا هم قابل سرچ، قابل کپی هست، حتی صوت هم داره. بعد میخوام که بلوشی 10-15 تومنه میتونید سر از سایت نور دانلود بکنید توی کامپیوتر خودتون. من دارم خودم، من هم اونو استفاده میکنم چون نرم‌افزار خیلی خوبی هست. بخاطر اینکه شما الان اینو ببینید، من این چیزشو صفحه اولشو میارم که باش آشنا بشید که این نرم افزار ساز کردید. سلام. سلام. من حالت چطور آورد؟ خوبی؟ ببین این نرم افزاره هست، نرم افزار خیلی خوبیه اگر بتونید ازش استفاده کنید. نرم افزار بسیار جالبیه و کامل هم قابل جستجوه، هم مثلا شما کتاب‌هاشو می‌بینید، کتاب همش چیز هست، یعنی متن قابل پیگیری هست، متن خیلی خوبی هست. یعنی نرم افزار خوبیه که کل دیدگاه‌های آخوند رو تونسته یک جا جمع کنه. میتونید بهش مراجعه کنید. من هم اینهایی که کپی کردم گذاشتم توی یک صفحه جدا از همون دارم خدمت شما میخونم که کار خیلی خوبی هستش. خدمت هستم که یک بار هم بحث رو میبریم سراغ آخوند، ببینیم که این آخوند چی داره میگه. یک متنی رو ببینید، آخوند دو بار درگیر شده با مشروطه. یکی قبل از چیز هست، به توپ بستن مجلس هست، یکی بعدشه. و بیشترین بحث‌های آخوند اتفاقا بعده، یعنی چیزایی که به توپ بستن، اینها احساس خطر کردن و شروع کردن از مشروطه دفاع دینی کردن. یعنی سال 1386، بله میشه 1327، اوایل 1327 قمری هستش. بله این آخوند اونجا درگیر شده و این درگیری یک درگیری مبارکی بوده، یک راهی رو در اندیشه های شیعه تونسته باز کنه. داستان هم از این قرار هست که آخوند خب بحثایی داشت، ولی محمد علی شاه که چیز رو به تو بس مجلس رو، یک تلگرام تهدیدآمیزی به نجف فرستاد. تلگرامی که تند هست، آدرسم بگم در اون فقه فتوایی مال آخوند جلد 3 صفحه 288 هست. بعد این تلگرام بسیار تندیه، یعنی متن تندی هست که ایشون فرستاده. من تیکش رو برای شما میخونم که اون متن چی داره میگه. من تهدیداتش رو میخوام خدمتتون عرض کنم. خطاب کرده به جنابان حجج ثلاثی اسلام سلمهم الله، این این عبارت چیز هست، محمد علی شاه هست. و بعد اینطور داره میگه، میگه که به رأی العین دیدن که یکی آخوند خراسانی بود، یکی مازندرانی بود، یکیش هم نه چیز هستش، یعنی آخوند خراسانیه مرحومه. بعد یکیش هم بله، یکی میرزا عبدالله مازندرانی هست، یکیش هم نه یکی هستی الان پیدا میکنم، نه اینا نیستش. بعد به این ستا فرستاده، متن اینطوری هست، میگه که تلگراف آن جنابان به توسط وزیر اعظم از ملاحظه ما گذشت و زائد الوصف موجب حیرت و تعجب از اندازه اطلاعات آن جنابان شد، که تنده دیگه نه، که هنوز استهزار ایشان با مفاسد خیالات
دشمنان دین و دولت تصادف نکرده است. یعنی شما از مسائل ایران آشناچی نیستید، در جریان نیستید. و بعد اینطور میگه، میگه که اصناف برای ما فرستادن و به رأی العین دیدن که مجاری این عنوان نوظهور برخلاف مذهب شیعه است، یعنی مشروطه برخلاف مذهب شیعه است، و ما هم که از مشروطه دفاع میکردیم مورد اعتراض قرار دادن. آنقدر عرایض تظلم و شکوا از اطراف ممالک محروسه به دربار وصول بخشید که فی الحقیقه دیدیم ایران زجه واحده شده. اعتراض کنند به چی؟ به مشروطه. حضرت مالک الملوک جل شأنه و عظم سلطانه، یعنی خداوند، چون مشیت خاصی خود ما را بر اریکی سلطنت اختصاص بخشیده و سعادت 30 گروه شیعیان امیرالمومنین را از ما خواسته، ما نمیتونستیم خیانتی بکنیم و به همین دلیل هم به توپ بستیم مجلس رو. یعنی استدلالی که داره میگه پشت سرش کلی از ما تقاضا کردن از علما و دیگران. بعد میگه که دیدیم که بیش از این با بدعت مزدکی مذهبان ایران همراهی نکنیم و از اجابت روحانیین مملکت و طبقات رعیت تغافل ننماییم. بعد میگه اگر این کار کرده باشیم عصر ما تاریخ انقراض دین و دولت هر دو خواهد بود. این بحث رو داره دنبال میکنه و بعد یک جمله میگه که این جمله جمله تندیه، این بگذره تا صدا رو. بعد این طور میگه، میگه ما اسلام رو همش اجرا میکنیم اگر یک نفر به موجب خط شریف مرحوم آیت الله شیرازی که مضبوط است در موقع خود از سلسله خارج کرده و به واسطه تخطی از حدود خود و افساد در مملکت عرضه مهابت شده باشد با مقاصد ملوکانه منافی نخواهد. این جمله رو میتونید تفسیر کنید، یعنی مفهومش اینه که سنت علما نباید در چیز باشن، در سلطنت مداخله کنن و اگر کسی مداخله بکنه باش درشتی اگر شده باشه خلاف مقاصد ملوکانه نیست. بعد این بحث رو داره و آخرش با احترام میخواد بگه که شما کاری به این قضیه چی نداشته باش. خلاصه تلگرام محمد علی شاه سه تا مطلب. ولی فقط این مراجع چی نوشته بودن که در جواب این مراجع نداره، این تلگرام اینجا چی نیست. بس اون فقط یکی دو تا مطلب خطاب به چیز نیست، شاه نیست، ولی دفاع کردن از مشروطه شاید هم به خاطر اونه که این نوشته. خلاصش سه تا حرفه. یکی این که ما به خاطر تقاضای علما و مردم و برای حفظ اسلام چیز کردیم، این مجلس رو به توپ بستیم، این یکی هست. بعد دومین نکته که در اینجا هست که علما نباید کاری مداخله داشته باشن در کاری که خبر اصلا ازش ندارن، یعنی از محتوای بحران خبر ندارن نباید مداخله کنن. و سوم کاری نکنید که ما بالاخره بیافتیم توی چیز مقابله دیگه، یعنی چیز اون قضیه تنبیهاتی سختیه. این حرف چیز هست، حرف محمد علی شاه هست. بلافاصله بعد از این نامه، این نامه شوال 26 هست، آیه 1336، 14 شوال 1326 هست که این نامه چیز رفته، چی میگن تلگرام شاه رفته. خب طبعا تلگرام علما بعد دیگه، یعنی حالا یک روز دو روز چند روز بعد پیدا میکنم اونم عرض میکنم. بعد اینها اومدن یک مکتوبی دادن که مکتوب بسیار بسیار جالبیه، یعنی علما یک مکتوبی دادن که اونجا اومدن یک کمی وضعیت کشور رو توضیح دادن. ذهن معارضش خیلی منظره، ذهنش خیلی، یعنی با همه اون چیزه که شما در واسه سیستم شاهی گفتید این تلگرام کاملا مطابق انگار که کاملا آگاهه. بله، چون که این متن رو مشیر السلطنه آماده کرده. مشیر السلطنه که بعدها به مشیر الدوله هم معروف شد، اینها صدر اعظمه، بعد یه مدت رئیس مجلس شورای دولتیه، یعنی این همون کسی هست که
مظفر از این شاه رو اون چیزشو خوند، اون فرمانه مشروطه رو. اینجا این فکرم جعفر مشیر است. بعد شد چی؟ مشیر دو. بعد تلگرامی که علما جواب دادن، این تلگرام خطاب به مشیر السلطنت، یعنی به شاه خطاب اصلا نکردن، گفتن که جناب مشیر السلطنت این تلگراف را به شاه برسان. یه تخفیفی بود. آره دیگه، این در واقع نشون میده که یک تخفیفی در چیز هست، یعنی ما با دیگه با ترسی نداریم. بعد اینجا هم خیلی دیگه خطاب به شاه نیست، بلکه اوضاع مملکت رو توضیح میده و میگه که وظیفه ما چی هست. خب اینا رو من میخونم که این پاتولوژی دقیقا عین ادبیات مظفر الدین شاه این که اینجا اومده. ببینید اونجا که محمد علی شاه میگه که برابر تقاضای علما، منظورش آقای نوریه یا کسان دیگه؟ آره بله، ببین تنها نوری نیست، بذارید فضا رو توضیح بدم. اون طرف قضیه مهم میشه، اون طرف قضیه میدین چیا هستن. بذارید از اجزاش بگم اگر دوست داشتید یاد داشتن. هر نامه‌ای که از نجف می اومد در تهران رصد می شد. یک گروهی بودن دور مرحوم شیخ فضل‌الله نوری، یکی خود مرحوم شیخ فضل‌الله نوری بود، یکی مرحوم سید احمد طباطبایی یزدی بود، پسر آیت الله یزدی که مخالف چی بود؟ مشروطه بود، صاحب عروه. بعد این همیشه نامه هایی که از اونجا می اومد اینها رو در جوف پاکتی میذاشت میفرستاد به مرحوم سید کاظم یزدی، طباطبایی یزدی که مخالف چی بود؟ مشروطه. بعد این سید احمد نامه ها رو هی داره رصد میکنه اینها رو. جالب اینه که هم تو یکی از این نامه هاش میگه که شاهزاده یعنی محمد علی شاه مخلد شماست. بعد تازه به سلطنت رسیده بهتر هست که تفقدی کنید و ارشاداتی بفرمایید، و معلوم هست که احتمالاً این قوت گرفته چیز. آره این همه. بعد یک متنی وجود داره از اگر پیدا کنید به اینترنت چه سایت نوربری، علی ابوالحسنی منذر هست. خب این علی ابوالحسنی منذر یک متنی داره، عنوانش هست نامه های سرزند چیز یزدی به پدر و شیخ فضل به پدر و شیخ فضل نوری که گزارش میکنه. آره اینها رو یکی یکی چیز میکرد گزارش میکرد. اون الان من اگر بتونم برای شما پیدا کنم. بله بله، نامه های فرزند صاحب عروت الوثقا به پدرش درباره مشروطه به شیخ فضل‌الله نوری، این نامه هستش. اگر یا آمد بیا که من شرمنده نشم از این دوستان. آها بله، نامه این هست، این متن نامه هست. تشکره. آره این نامه، نامه ها رو داره اینجا میگه که چند تا نامه فرستاده و یک جاشون شما سوال کردید دارم اینو خدمتتون میگم. مثلا یکی از نامه هاش داره آشکارا میگه که ایشون مقلد چی؟ محمد علی شاه مقلد شماست. به سید کاظم یزدی میگه و حتی به پدرش توصیه میکنه که از شیخ فضل‌الله دلجویی چی بکنید. یعنی معلومه که تمام چیزها داره رصد میشه. و بعد شیخ فضل‌الله، پس تیم اینطوریه، دربار هست و شده شیخ فضل‌الله نوری، آسید احمد طباطبایی فرزند چی؟ فرزند شیخ سید کاظم یزدیه، سید ابو تراب قزوینیه، نویسنده رساله معروف تنبیه الغافل و ارشاد الجاهل که رساله خیلی خیلی کلیدی ضد چیه؟ ضد مشروطه است. بعد سید ابو طالب زنجانیه که اون استخاره معروف رو میکنه برای فتوح بستن چی؟ فتوح بستن مجلس. سید ابو طالب زنجانی که استخاره میکنه و خوش میاد، خوب میاد استخاره برای به توپسن مجلس. و بعد در گزارش پسر مرحوم یزدی اومده که تلاش های ما بیش از نصف تهرانی ها رو از مشروطه برگردونده، الان وقتش که شما اقدام کنید. یعنی معلومه که یک شبکه چیزی. حتی یک جا میگه که زحمات ما زیاد بود ولی غرض اظهار وجود نبود، فقط خواستم که گزارش بدم که چی از تهران داره میگذره. بعد نامه ها رو آورده، نامه های خیلی، مثلا یک جا
گفته که امروز کفراتیز کفراتیز تقابل داره، کفر ایمان. بعد موارد اینطوری در ادبیاتش هست، یک تیکش رو میخواستم برای شما بخونم. بعد میگه چون جمعی از اهل مجلس بابی هست و جمعی دیگر فرنگی معاب شدن. بعد یک جا میگه تعجب میکنم که چرا خیلی زود این همه مردم مرتد شدن، یعنی در قضیه چی؟ مشروطه. و این جمله در نامه دومه، میگه که چون ولیعت مقلد حضرت عالی و خیلی معتقد است، امید است مواعظ حضرت عالی نافع باشد، خصوص در این موقع که اول کار و ورود او به مقر سلطنت است. یعنی این موقع خیلی تحت تاثیر شما قرار میگیره. خواستم بگم که شبکه چیزا شبکه هم در سنومت و شبکه پیچیده ایه. تو این داستان این که اینها مثلا نمیدونم بابی هستن فرنگی هستن، اینها رو کی اولین بار راه انداخت که قدم قویه همیشه هم هست؟ یعنی هر جا میخوای نیروی سیاسی مدرن رو تیز کنن برونن عقب، همچه چیزایش همین الان هم مطرح میکنن. علتش اینه که اون موقع اینها هم فعال بودن، یه تعدادی فعال بودن، ولی بحثی وجود داشت. همین که الان چه این شرایط جدید هر اتفاقی که میفته نسبت میدن به منافقین و بیگانگان، اینها کلید واژه دوران قاجار برای مواجهه با نوگرایی بابیگری. بعد همیشه میخواستن که یک جنبشی را سرکوب کنن، 3-4 تا بابی مشهور رو میگرفتن و بعد بقیه چیز رو فعالان سیاسی رو میگرفتن و بعد میگفتن که بابی ها فعال شده بودن و بعد دیگه جنبش رو سرکوب میکردن. وقتی هم که اسم بابی اومد، هم تجار و مردم میترسیدن چون از بابی ها، بابی ها موجود خطرناکی بودن، حالا میگم چرا خطرناکی بودن. و بعد هم چیز علما ساکت چی میشدن. مثلا پیشنهاد میکنم، خب چون اینا تو پرانتز ها جده بحث امروز ما هست، این کتابی هست به نام هشت بهشت. پس کردی هشت بهشت و میرزا احمد، شیخ احمد روحی و میرزا آقاخان کرمانی نوشتن. اینا به اتهام این که ترور در ترور نافذنشا نقش داشتن در تبریز کشته شدن. یعنی از استانبول اینا رو خواستن، بعد دولت استانبول تحویل داد، اینا توی چیز کشته شدن، توی تبریز اعدام شدن سال 1114. اینا یک کتابی دارن به نام هشت بهشت که خلاصه آیین بابی است. هشت بهشت در باب چهارم یا بهشت چهارمش دیدگاه های بابیه رو در مورد دولت داره توضیح میده و یکی از این توضیحات اینه که خیلی خطرناکه. میگه که چیز پیروان باب حق در واقع عفو دیگران رو ندارن، یا همه باید بابی بشن یا کشته چی بشن، و در واقع صلح مطلق تابعی از جنگ مطلقه. بسیار یک ایده ای را اینجا اینا چکار کردن آوردن. پس ببینید هشت بهشت را توی اون لیترا پیدا کنید، لیترا، و باب چهارمش که توضیح دیدگاه سیاسی جریان بابیه است. و بعد مردم میترسیدن و بابیه چند جا هم که فعال شده بودن تخریبش بالا بود، مثلا شیرویه، شما خدمتتون عرض کنم زنجان، شیراز، تخریبش بالا بود، به همین دلیل هم اینا میترسیدن. به این ترتیب هر جنبشی که در دوره چیز بود، در دوره قاجار بود، همه این کار رو چیز میکردن، نسبت میدادن به چی؟ به بابیه. ترچه خب این تیکه بود که خدمتون هستم که خواستم براتون توضیح بدم. الان بریم سراغ اون تلگرافی که چیز داشت. شیخ احمد روحی میرزا آقاخان کرمانی. بله اینا ببینید ادوارد بران هم به اینها علاقه داره، چون اینها گرایشات بابی پیدا کرده بودن. گرایشات بابی در چیز در استانبول رایج بود اون موقع ها. یک نه در واقع مدعی دین جدید بودن که کعبش باید در شیراز بود، خانه باب. بعد متوجه کردید و ساختار دولتش رو توضیح میده.
حتی در مورد زبان هم بسیار رادیکالن، یعنی معتقدن که همه جهان باید فارسی حرف بزنه. یعنی یک چنین نگاه خیلی رادیکالی دارن. هنرمند هم بودن، بله شاعر بودن، بله شاعر بودن، نمایشنامه نویس بودن، آدم های جالبی هم خیلی پرتلاش بودن. در این حال وحشتی ایجاد شده بود و چون این وحشت ایجاد شده بود همیشه مثلا کار میکرد. مثلا چیز را انداختن زندان مستشار و دوله بود صاحب یک کلمه. بعد خدمتون ارسان سید جمال اسدآبادی نا گفتن که اینها بابی شدن. آره همه شون با برسرس چی بود؟ برسرس بابی بود و مشتری هم داشت که فیلم بود. و بسیار جالبه که مرحوم آخوند خراسانی و دیگران توی این تلگرام اصلا به این کلمه بابی و مزدکی بهاتی نمیدن، بحث و بردن روی استبداد و شکاف دولت و ملت. یعنی اصلا روی این که چون چیزی وجود نداره. اینا اصطلاحا در ادبیات امروز سیاسی میگن استراتژی قایب سازی، تغییب. یعنی آنچه که شامگیل اصلا اهمیتی نداره، تغییب استراتژی تغییب، پنهان کردن، قایب کردن. حالا متنش رو میخونم. جمله این هست، میگه که جناب مشیر طالب، مشیر السلطنه، این تلگراف رو به شاه چی برسن. اصلا نگفته اعلی حضرت چی، هیچی چی متن نیست. البته وسط متن یک کلمه شد وجود داره. بعد جمله این هست، اولین جمله اینه که دائیان را عمر به آخر رسیده. یعنی تهدید جایی چی نداره، ما سنمون خیلی بالا هست، بالاخره این زودی ها میمیریم، خیلی مهم نیست که شما چی شما ما رو بکشید. آره شما ما رو. یعنی بحث اینه که ما از مرگ ترسی نداریم. اگرچه دائیان را عمر به آخر رسیده، در این میانه جز حفظ بیضه اسلام و استقلال مملکت و ترقی عباد و رفع ظلم ارزی نداریم. به این جملات چیه؟ کوتاه و کلیدی هست. بعد میگه که ولی چون هرچی از اول امر تا کنون اقدام در اصلاح و اتحاد بین دولت و ملت کردیم، اقدام به اصلاح و اتحاد بین دولت و ملت کردیم. مفهوم مخالفش دو تا دیگه، یکی این که دولت و ملت اصلا فاصله داشت، دوم این که اصلاح به منظور اتحاده. یعنی اینا رو دوباره به هم چکار کنیم؟ بدونیم راه را از چاه نمودیم، دولت را به همراهی با ملت دعوت کردیم. ببین بحث این که شما باید به خط بیایید، نه این که ملت باید به خط بیاد. اینا کلیدیه. دولت را به همراهی با ملت دعوت کردیم، به هر لسان که ممکن بود مزار و مفاسد این گونه اقدامات وحشیانه را ظاهر ساختیم. مزار به این استبداد را ظاهر ساختیم، بعد اسمشون گشته اقدامات وحشیانه، تا بلکه این رشته اتحاد نگسلد و امنیت در مملکت قائم گردد. خب و این مشت از شیعه از چنگال ظلم جمعی از حکام نجات یابد. بنابراین این ایده شو داره دنبال میکنه. تیکه میخونه این تیکه رو. یک جمله دارن، این جمله اگر با پتک سر شاه میدادن بهتر از چی بود؟ اون بود. داستان اینه، میگه که شما کاری کردید که کشور کوچیک شده، کوچیکی شده، تلاش میکنیم تا این مقدار قلیل از مملکت اسلامی برای مسلمین باقی مانده و مانند ممالک از دست رفته مسجدشان کلیسا نشود. بس کردیم؟ ها؟ آره این جمله کوتاه ولی از هر فحشی بهتره، نه از بدتره. این جمله یه بار بسن بخونم، جمله خیلی یعنی سنجیده چی؟ انتخاب شده. میگه تلاش کردیم تا این مقدار قلیل از مملکت اسلامی برای مسلمین باقی مانده و مانند ممالک از دست رفته که شما دادید دیگه نه، مسجدشان کلیسا نشود و احکام شریعت مطهر پایمال سلاطین کفر نگرد. خب اینو گفته وقت شاه گفته برعکس همه را دولت به وعده های ارغوبی گذرانیده. وعده های ارغوبی وعده های سرخرمند. یعنی این کارو میکنید، این کارو میکنید، ولی کاری نکرده و معمولا چیز هستش و کجی کرده دولت. این تیکرم براتون بخونم. میگه واقع شد آن چه شد و
در رشته اتحاد دولت و ملت یک باره گسیخته. یعنی این مجلسی که شما زدید، این اتحاد به طور کلی به طور یاسین هست در ادبیات مظفرالدین شاه اینطور بود، میگفت که ما اساس صحیحی داشته باشیم که رشته اتحاد دولت و ملت وصل بشه. جای اتصالش هم کجا بود؟ این مجلس شورای ملی. و بعد مرحوم آخوند هم میگه که دقیقا شما اون حلقه اتصالش کار کردید، همون حلقه اتصال شما زدید. این جملاتش دقیقه، یعنی میدونم که به چه چیزی میگه که شد آنچه شد و رشته اتحاد دولت و ملت گسیخت و خائنین دولت و دین خبث باطن را ظاهر ساختن. باز بر حسب وظیفه شرعیه در مقام اصلاح کوشیدیم تا بلکه این رشته گسیخته را دوباره متصل سازیم. یعنی دوباره مجلس را برقرار بکنیم. یعنی کل حرفی که در این تلگرام آخوند هستش. خب این قسمت اوله تلگرام هست. قسمت اول تلگرام چند تا حرف مهم داره. یکی این که تهدید کارساز چی نیست. دوم رشته اتحاد گسسته. سوم دولت کوچیک شده. ممکنه که این یه ذره کشورم مسجدش چی بشه؟ کلیسا بشه. و آخرش این هست که ما باز نخواهیم ایستاد. تلاش میکنیم که دوباره این مجلس ها منظمه. انگار یه جا آموزش دیدن یه کلاس هم نشستم. بعد اون رژیم حقیقت رژیم حقیقت زمانه است. گاهی از زبان آخوند در میاد، گاهی از زبان مظفرالدین شاه. این مناظره قول همون نمادهای است. مناظره قول نمادهای است. استبداد هست، دموکراسی هست، دین هست، کفر هست، آزادی هست، تبدیل کردید مشروطه هست، مجلس. این خود عینیت داره استاد، داخل متونشون کاملا برداشت. دیگه همه میفهمن اینا چی میگن، یعنی واژه ها تبدیل. آره. بعد دیگه ببین سوالی که کرده آخر چیز، آخر این جانبه که این موقع هم علمای نجف مشکل از روس میدیدن. یعنی میگفتن که دولت روسیه مسلط شده به چی؟ به قاجار. یعنی مثلا میگه در تخریب اساس اسلام را مسلمانی دونستید و تسلیط کفار روس را بر جان و مال مسلمین روا دانستید. بعد حمله دیگه سوالیه که خب میدونید در ادبیات ریتوریک، یعنی خطابی، ادبیات خطابی پرسش همیشه تهاجمی میشه و برنده. یعنی شما دیگه جواب بدید، نه چی؟ نه ما. چون شاه میگفت که شما چرا این کار کردید؟ و میگه نه، این دفعه شما چی؟ جواب بدید. سوال اینه، آیا بر احدی از مسلمین مخفیف که از بد به سلطنت قاجاریه تا کنون چه صدمات فوق‌العاده بر مسلمین وارد آمد؟ خب جمله روشنه دیگه، خیلی تنده. و چقدر از ممالک شیعه از حسن کفایت آنان به دست کفار افتاد؟ از کردید این حرف های تندی هست که یعنی دیگه قاجار سلطنت قابل برگشت نیست. قفقازیه و شروانات و بلاد ترکمان و خب بعد بجز خزر و هرات و اینها، بعد بحرینینا، قالب جزایر خلیج فارسینا، عراق عرب و ترکستان تمام از ایران مجزا شد و تمام شیعیان قالب این بلاد با کمال ذلت به دست کفار اسیر شدند و از استفاده روحانی مذاهب محروم ماندند. دو سلطه تمام از ایران رفت و از این یک سلطه باقی مانده را هم به انهای مختلف زمامش را به دست اجانب دادند. گاهی به خاطر قرض پول اینا را داره، اون چیزا امتیازات را داره، یکی یکی چی میشماره. این نام خط فاصل علمای نجف بود با محمد علی شاه و بلا فاصله بعد از این حکم تکفیر شده.
یعنی بلا فاصله بعد از این، این دیگه داره اتفاق میفته. تجربه. خب حالا اینو با هم یکم متن بعدی رو با هم مرور میکنیم. پس این نامه یک نامه سلبیه، یعنی معلومه که دیگه همکاری امکان چی؟ آره امکان نداره. بعد یک متنی اومده اونجا. ببینید این متن، متن خیلی کلیدیه که داره دنبال میشه. یه لحظه تلگرام یه لحظه اینو گوش کنید. جملهش این هست، میگه که به حدی شیرازی مملکت و ملت را از هم گسیستند، یعنی دوره قاجار، که اجانب علناً مملکت را مورد تقسیم خود قرار داده، حصص برای خود مفروض نموده. یعنی هم روسیه هم انگلستان یادتون هست قراردادی پیدا شد به نام 1907 اشکالی. قرارداد 1907 ایران رو به سه قسمت چکار کرده بود؟ تقسیم کرده منطقه نفوذ شمال، منطقه نفوذ جنوب و منطقه بیطرف مرکزی. بعد این قرارداد، این داره اشاره چیز، این قرارداد داره اشاره میکنه در این چیز، این این تلگرام. تلگرام بسیار جالب. تلگرام بعدی از ایران تلگرام دومی که این تلگرام بعدی هم پیوستونه، یعنی یک جا فرستادن یک جا فرستادش. خب تا اینجا اینا اومدن گزارش وضع دادن. قسمت بعدی تلگراف دو تا حکم توش هست، یعنی دو تا حکم شرعی در واقع توش هست. یکی این که از محمد علی شاه به فاصله بگیره جامعه، و دوم که چرا نظام مشروطه مطلوبه، یعنی چرا واجبه که نظام مشروطه رو حفظ کنن. این دو تا حکمه. قبلی توصیف بود خود در کل طایفه قجر رو دیده. آره اصل سلطنت چی؟ قاجار رو دارن. جالب اینه که در ادبیات مرحوم نائینی هیچ کلمه اشاره نمیشه به قاجار، بگه که قاجاری وجود چی؟ وجود نداره. این اینها ولی دارن حمله چی؟ حمله میکنن. دنبال آلترناتیوی هستن که این آلترناتیو لزوماً به معنی مشروطه، به معنی حقوقی چی؟ نیست. دنبال تغییر رژیم حکمرانی هست که براشون خیلی دفاع هم از محمد علی شاه و احمد شاه نکردن. بعد جمله این هست، اون گزارشش این هست، میگه در این حال شیعیان آل محمد یک بار حرکت کردند و برای حفظ این قطعه باقی مانده از مملکت اسلامی و نجات از صفاکی و استبداد قاجار. به این جمله دیگه کلیه، حتی محمد علی شاه نیست، چه برای جلوی چیزه، از حفظ این قطعه باقی مانده از مملکت اسلامی و نجات از صفاکی و استبداد قاجاریه با مال و جان حاضر شده و به معاونت حضرت حجت به مطلوب خود خواهند رسید. یعنی جمله، یعنی عقب نشینی دیگه معنی چی؟ نداره. این اتوبان یک طرفه است و توی تئوری ها میگن اون داستان ماشین بدون فرمان چیز هست، بدون فرمان و بدون ترمز، یعنی دیگه نه جایی میچرخه و نه جایی ترمز چی؟ بعد جمله بعدیشو بذار همونو بخونم چون یکی که یادم میره پس گفتگو میکنیم. جمله بعدی این تلگرام داره نظام سیاسی آلترناتیو رو داره توضیح میده، یعنی چه کار خودشون. به این اینجوری هستش، میگه که این متن رو براتون بخونم. میگه در تأسیس اساس شریعت مطهر، یعنی نظام جدید برای تأسیس اساس چی؟ شریعت مطهره و اعاده حقوق مغصوبه مسلم، حقوق قصب شده مسلمان ها در تحقق آنچه ضروری مذهب است. خب این ضروری مذهب چیه؟ اینو بنویسید. این به این جمله یک خطه، برای خوبه، برای همه تون خوبه. ضروری مذهب چیه؟ این هست که حکومت مسلمین در عهد غیبت حضرت صاحب زمان با جمهور مسلمین است. جمله با جمهور مسلمین است. بعد نویسنده اینو چیز کرده، شماره گذاشته، پاورقی نوشته که در بعضی از نوشته ها اومده با جمهور است، نگفته با جمهور مسلمین. جمهور با جمهور مسلمین خیلی چی داره فرق میکنه. یعنی آره، یعنی جمهور اونی که در یک جامعه هست، ممکنه که مسلمان هست
نباشه، یعنی مسلمان باشه و چی؟ غیر مسلمان نباشه. بنابراین تو دیگه نیاز به فتوا نداره. چی؟ باشه. چی؟ اینکه در نماز غیبت حتی غیبت بزنی یعنی که چرا؟ چرا؟ چون که قبلش یادتون هست پارادوکس از کجا ناشی شده بود؟ از اینجا ناشی شده بود که مرحوم شیخ فضل الله نوری گفته بود که اساس اسلام بر چی هست؟ دو چیز. نیابت در امور نبوتی و سلطنتی. اساسش اینطوری بود دیگه نه؟ باشه. یعنی کلش اینطوری بود چون حرفی داشتی آره. بعد این میخواد به این که ضروری مذهبه، ببینید ضروری مذهب هست که حکومت مسلمین در عهد خیبر با جمهور چی؟ مسلمین. خب اینو مفردات شایی کمی توضیح میدن تشکردی پاورقیه میسندش که؟ پاورقیه نگفته، اینجور گفته، گفته در روزنامه واقعات که اون موقع میومد نوشته با جمهور از مسلمین، در تاریخ بیداری نوشته با جمهور بوده، یعنی تلگراف در سه جا متفاوت چی شده؟ نقل شده یا ثبت شده. آره، یعنی یک جا نوشته جمهور مسلمین، یک جا نوشته جمهور مسلمین، یک جا جمهور از مسلمین، یک بار جمهور خالی خواسته. یعنی این که من خوبیش اینه که این امانتی ما رو داره چکار میکنه؟ حفظ میکنه تا خواننده یک کمی این فاصله واژه ها رو بتونه راه داشته باشه. در 15 سفر خدمتون عرض کنم که 1307 یک تلگرامی رو اینا فرستادن، مردم آخوند اینا فرستادن و اونجا سه تا خواسته رو گفتن که واجب شرعیه و یکی احقاق حقوق مغصوبه، یکی افتتاح پارلمان، یکیشم اجرای قانون اساسی و رفع ظلم. رفع کرد اینها رو گفتن که اینا اون از طرف نجفه همون احقاق حقوق قصد شده، افتتاح پارلمان و اجرای قانون اساسی و رفع ظلم. این رفع ظلم همین مال اجرای قانون اساسی. و بعد میگه که در صورتی که مقاصد ملت حاصل و به آمال خود نائل شوند به طبع صلح خواهد شد. یعنی در غیر این صورت صلحی وجود نخواهد داشت، چون میدین که جنگ بود دیگه، مجاهدین بود و مشروطه چی داشتن میگه حالی هم فقط جنگیه، تازه هم فقط جنگیه، تازه هم جنگه و تازه جای دیگه میگه که علیون تلاش در دست این صفار که جبار مثل جهاد در رکاب امام زمانه. یعنی این فتوا مال آخونده که میگه علیون تلاش در دست این صفار که جبار در حکم محاربه چیز جهاد در رکاب امام زمان است. شب این فتوای جنگه، فتوای مهمی که داره اینا. من فهمیدم ضروری نیست چون مال همون موقعیت دیگه نه. چی؟ نه، فقط یک حکم اینجا گفت که از ضرورت دین هست که در دوره خیبر حکومت آره اون کلیه اونو گفته ضروریه. چی؟ اینجا ببینید کلمه واژه مهمه، گفته صفاک خونریز، هر کس در بین مسلمان ها خون بریزه چی هست؟ قصاص میشه دیگه. یعنی این چیز اضافی اصلا چی؟ نگفته هر کس که قاتل به عمد هست باید قصاص بشه، اصلا اینا گفتن. یعنی چیز خارج از کار چه حرفی چی؟ آیا این فتوا داخل هم تلگراف مستقل؟ نه، تلگراف مستقل دیگه است برای که براتون آذر چه میکنه؟ برات میدهم آذر چه براتون میدهم که یکی براتون مهم هست. خدمت هستم که یکی دو تا نکته خیلی کلیدی هم براتون میخوام که اون چند تا نکته هم اهمیت دارن و شاید خواندنش. یک اهالی همدان یک سوالی کردن از علمای نجف که این سوالشون دو تا سواله در واقع، که این دو تا سوال هم سوالهای جالبی هست، یعنی جوابی که بهش دادن جواب معنی‌داره که ازش میخونیم. به این جمله سوال این هست، میگه که دو عنوان دیگر انتشار دادن بعد از
بذار کلش رو بخونم. میگه که تا در عرضه میدارد تا دارالشورا و دربار ملی بود، دربار ملی، ببینید اون موقع یکی درباره همه، یکی درباره چی؟ ملیه. دارالشورا درباره چی بود؟ آفرین. میگه که تا دارالشورا و دربار ملی و فقط الله لتجدیده، که خدا به ما کمک کنه دوباره اونو چی کار کنید؟ احیا کنید. بود مستبدین، مندوبان و وکلا را به بابیت و بیدینی قصد می نمودن. خب مستبدین می گفتن که نمایندگان یا بابن یا چی؟ بیدین هستن. قصد نمودن یعنی امام کفر زدن. خب و بعد نگاه کنید، میگه الان که چون اون دیگه گذشته، دو تا عنوان جدید رو چکار کردن؟ انتشار دادن. دو عنوان دیگر انتشار دادن. یک، این دو تا عنوان رو میخونم. یک، آنکه اساس مشروطیت و اصول قوانین اساسیه منافی با شرع اسلام. یعنی گفتن که این یک، یعنی اینا کی منتشر کرده؟ طرفداران مرحوم شیخ فضل الله نوری و آقای آفید احمد و دیگران. خب گفتن که منافی با شرع است، لذا دولت قبول مشروطیت نباید بکند. خب این تا اینجا اومد. دوم هم که مشروطیت موافق مزاج حالیه اهالی مملکت ایران نیست. یعنی این هم عرف هم شرع. نه هم به شرع دارن، هم به عرف. فراتر از عرف هستا به روانشناسی چیزن، به روانشناسی مردم هم. گفتن که به واسطه جهالت و بی‌علمی عموم مردم هنوز مشروطه برای ایران چیه؟ زوده. پس دو تا شبهه وجود داره، یکی مشروطه شرعی نیست، یکی مشروطه مناسب و حالیه ایران نیست. بعد عادت رو داره مطرح. آره آفرین، عادت رو، اون از اون پنجتاشی عادت داره مطرح میکنه. بعد اینا جواب دادن، جوابشون جالبه، یعنی میخوام اون جواب رو بخونیم که اصلا میزونو تحلیل میکنیم. جواب این هستش، جواب مرحوم آخون میده که هم آخون میده و هم، ولی این جواب اختصاصا فکر کنم که مال آخون میده، یعنی کلن مال آخون میده. این سوالی که آخون گفتی که جمعی از مردم همدان این سوال رو کردن در مورد درباره مشروطیت. خب ها؟ بس مرسه دورمی بزنه بایدون بزنه. ولی من چیزه فراتر از این هم. خب اینو براتون بخونم، روز می بودی براتون بخونم ببینید که اینا چی داره. یه مرحوم آخوند اینا میده، میگه که ولی از اول انعقاد دارالشورای کبرا اولای ایران و موثقین و متدینین مؤمنین از علما و سادات، وزرا، اعیان، تجار، خب کسبه و قاطبه بلاد، محاسن مجلس و ثمرات خیریه آن را متواترن به ماها نوشتند. خب سیما ایرانیان مقیمین خارجه، اونها هم چیکار کردن؟ گزارش هایی دادن. و بعد اضافه میکنه خودش، و ما خودمان نیست در حقیقت سلطنت استبداد و سلطنت مشروطه تمام قور چی تفکر تمام و قوررسی کامل نموده اینک بسنجیدیم فرض کردیم و حالت حالیه ایران را در این قرن با قرن سابق به دقت مقایسه کردیم. یعنی قرن 20 را با قرن 19 ایران مقایسه کردیم، متضح گشت، یعنی روشن شد که اگر مسلک ظالمانه و طریقه قدارانه سابقه تغییر داده نشود، انقریباً این شعبه از سلطنت اسلامی مضمحل و منقرض خواهد شد. یعنی ایران بچه این توصیفه. پس به مقتضای تکلیف شرعی که بر عهده داشتیم رفتار نموده، آنچه متعلق به تأسیس دارالشورا بود نوشتیم که، و بعد گفتیم که مخالفت همین مجلس منعقد در بهارستان حرام
و محاربه با صاحب شر است. یعنی اینجوری داره این قسمت رو داره توضیح و حتی اضافه میکنه، میگه هر کس علیه مجلس قیام کنه در علیه مجلس قیام کنه در اداد قشون یزید بن معاویه. یعنی تا این حد این چیز رو آره سمبولیکم این بحث آوردن و بعد کلی حرف داده، اما یک تیکه آورده که چون من اون تیکه رو دوست داشتم برای شما بخونم نگه داشتم علامت زدم اون تیکه رو. جمله این هست، میگه فتواشونه امروز علمای اقلای عالم متفقن که مقتضیات این قرن مغایر با مقتضیات قرون سالف است. اینا از لحاظ فقهی اگر گفتی چی میگن؟ مقتضیات مطلوب مختصر، یعنی الفاظ مضمون به معنی چیه؟ عرفیشون یعنی چی؟ یعنی اقلای عالم اگر چیزی میفهمن از باب ملازمه شرعیه، حکم شریعت هم چیه؟ ها؟ ملازمه عقل شرع، حکم شریعت هم همین. پس اگر اقلای عالم متفقن که مقتضیات این قرن مغایر با مقتضیات قرون سابق است، اینجا فقط ایران جهان داره عوض میشه. یعنی به لحاظ نظم سیاسی جهان داره چی میشه؟ عوض میشه و این عرف اقلای جهانه و چون عرف اقلای جهانه شریعت هم باید چیکار کنه؟ اونو قبول کنه. مخالفتی هم با شرع در این حال نداره؟ نه نه، حالا بحث سر اینه، یعنی میخواد مرحوم آخوند دیگه قضیه از ایران چیکار کرده؟ عبور داده، مسئله در میگرده به تجدد، یعنی داره جهان عوض چی؟ داره جهان عوض میشه. بعد جمله رو دیگه راجع به ایران نمیگه، میگه هر دولت و ملتی در امور عرفیه و خب موضوعات خارجیه، ببین با شرع کاری چی؟ نه، در امور عرفیه و موضوعات خارجیه از قبیل تسهیل طرق و شوارع، یعنی ساختن خیابان ها، تجهیز لشکر زمینی و دریایی، بریه و بحریه به طرز جدید و آلات جدیده و تأسیس کارخانجات که سبب ثروت ملی است به وضع حالیه نکند و علوم و صنایع را رواج ندهند، به حالت استقلال و حفظ جلالت انفراد مستقر نخواهد بود. یعنی خودش دور خواهد افتاده است. این که آقای دکتر طباطبایی میگه که حرف خوبی میزنه و آقای دکتر سید جواد طباطبایی میگه اینطور میگه، چون میگه که ایران اگر از جاده تجدد چی بشه؟ دور بیافته، دیگه بهش وصل شدنی چی؟ وصل شدنی نیست. این جمله قشنگه دیگه، یعنی جمله درستیه. مرحوم آخوندم دقیقا همین چی؟ همین حرف رو میزنه. میگه دولت که این کارا رو نکنه و خودش رو منفرد بکنه مستقر که نخواهد بود. و این جمله کلیدیه. بنای بر مسلک قدیمی جز اضمحلال و انقراض نتیجه نخواهد. بقای بر مسلک قدیمی جز اضمحلال و انقراض نتیجه نخواهد داد. یعنی در دنیای جدید با نظام قدیم نمیشه زندگی چی؟ زندگی کرد. و شریعت هم مانع نیست. چرا این کار رو انجام چی؟ نمیدن. چون قبلا گفت که اینا بحثه چیه؟ جمهوره. و بی خودم به مذهب اینو نبندید. که نه تنها مذهب از بین میبرید، خودتون از بین میبرید، مذهب هم چی؟ از بین میبرید. بالاخره با دنیای مدرن نمیشه سیاست سنتی رو چیکار کرد؟ سیاست سنتی رو حفظ کرد. بحثش دقیقه. بقای بر مسلک قدیمی جز اضمحلال و انقراض نتیجه نخواهد داد. پس تأسیس این امور محترمه حفظ بیضه اسلامی است. یعنی تجدد خودش به معنی حفظ اساس چیه؟ اساس اسلام است. و در معنا این اعمال یک نحو جهاد دفاعی که بر عامه مسلمین لازم است، بلکه در شرعیات اهم از این نیست. یادتونه قبلا گفتیم که شرعن سیاست به عهده عرفه و الان هم میگه که شرعن این واجبه که این عرف عوض بشه، چون عرف عوض شده،
کالنده تو ایران هم باید چی؟ باید عوض بشه. یعنی از نظر شرعی چیزی مهمتر از این نداریم، عرف و عشقانی چی بشه؟ عوض بشه. بعد ایشون این جمله رو داره میگه حاجه تو قبلی رو بگیم بله، فرقایی بر مسئله قدیمی جز از محلال انقراض نخواهد داشت. پس تأسیس این امور محترمه حفظ بیضه اسلامی است و در معنا این اعمال یک نهج جهاد دفاعی است که بر عامه مسلمین واجب و لازم است. اینو میگن مکانیزم تأیید، یعنی دفاع شرعی از یک انقلاب عرفی که داره چی میشه؟ رخ میده. چرا این دفاع لازمه؟ چون که اگر این بنا عوض نشه شریعت هم خواهد رفت. خب یعنی نه تنها کشور میره، هر کجا که کشور رفته شریعت هم شده رفته دیگه. بنابراین حفظ کشور واجبه، چیز حفظ شریعت واجبه و به خاطر این حفظ کشور هم واجبه. بنابراین خود یه ملازمه بین ترواز ولی این ملازمه به معنی شرعی شدن حکومت نیست. جمله بعدیش رو بخونم که تعطیل کنیم. میگه در شرعیات اهم از این نیست و همه کس میداند دول کفر از همین طرق ترقیات کرده، یعنی از طریق تغییر نظام حکمرانی چه کرده؟ ترقیات کرده، دست تطاول و تقلب به خاک مقدس اسلامی گشوده. پس امروزه تکلیف عموم مسلمانان قهرن همین است که ترک مسلک خبیث استبداد نموده و در تحصیل این مشروع که اقامه دارالشورای ملی و اجرای قانون مساوات قرآنی باشد قایت جهد را مبذول دارند تا از برکت آن بتوانند حفظ سلطنت اسلامی را نموده باشند. سلطنت اسلامی، یعنی سلطنت در جامعه چی؟ اسلام. اینها رو داره میگه و بعد میگه امروزه قهرن عامه مسلمین بر این وظیفه شرعیه عقلیه، جمعه نگاه کنید، بر این وظیفه شرعیه عقلیه محض حفظ استقلال مسلمین مکلفند. یعنی عقل داره میگه اونا راهی طی کردن بر ما مسلط شده، اون راه راه درستیه، باید چکار کنیم؟ اون راه رو طی بکنیم. یعنی این جالبه، عرف دشمنمون رو بگید. بله، یعنی اونی که تغییر عرف حکمرانی در جهانه، عرف عقلا چی شده؟ عوض شده و بنابراین شده وظیفه شرعی عقلی محض چی؟ آره محض حفظ استقلال هستش. این جمله هم آخرین کلمه مونه، میگه سلطنت مشروعه و مشروطه و عدالت و مساوات در کلیه امور حسبیه، اون یادتونه اون موقع شما میگفتید به شرع اقرب از استبداد است. ببین میگه که سلطنت مشروطه و عدالت و مساوات در کلیه امور حسبیه به شرع اقرب از چی هست؟ استبداد. یعنی از نظر شریعت حکومت مشروطه نه تنها در حقوقا، حتی در امور چی؟ حسبیه، که امور حسبیه جز حقوق چی؟ نیستن. حتی در اون هم مشروطه بهتر از چی هست؟ استبداد هست. بعد آخرش میگه علتش اینه که با یک عقل نمیشه به جایی چی؟ رسیداره. بدیهیست عقول عدیده جهات خفیه کنه اشیا را بهتر از عقول عدیده کنه جهات خفیه اشیا را بهتر از یک عقل ادراک میکند. یعنی چند عقل نه تنها در حوزه حقوق حتی در امور حسیه هم مفیدتر از چی هست؟ یک نفر هست. و بعد جایی دیگه میگه حتی اون یک نفر اگر مسئول باشه، فقیه باشه.